وقتی هر خانواده این مجبوره حداقل یه نفر از خودش رو قربانی کنه. گلاسیا سلام، امروز بریم با همدیگه فیلم هیومن یا انسانی محصول 2024 رو ببینیم که نمره 70 راتن تومیتوز هم به خودش اختصاص داده. یکی از فیلم‌های خوب امساله، بریم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامرو صحنه‌های قشنگش هم باشه. با شروع فیلم یه سری اخبار رو میبینیم که اتفاقات عجیبی رو توی دنیا برامون توضیح میدن. مهمترینش هم اینه که همه کشورها مجبورن جمعیتشون رو 20% کاهش بدن، چون جمعیت بالای زمین باعث گرمایش بیش از حد، مشکلات نور خورشید و خیلی چیزهای زیادی شده که اگه درست نشه همه مردم نابود میشن. میبینیم که حتی آب هم کم شده و مردم برای گرفتن آب باید صف بکشن. با سازمانی به اسم داکس هم آشنا میشیم، سازمانی که وظیفه جابجایی اجساد مرده ها رو الان به عهده داره و خیلی مرسوم شده که بین مردم بعضی خود جون خودشون رو میگیرن تا به این کاهش جمعیت کمک کنن. دو تا کارگر پیانویو به خونه مردی به اسم چارلز میارن که یکی از معروفترین اخبارگوها بوده و الان بازنشسته شده. توی تلویزیون هم مصاحبه بین یه استاد دانشگاه و پسر همین چارلزمون که اسمش جرد رو میبینیم. جرد هم یه آدم معروفه و بحثش با استاد دانشگاه در مورد همین برنامه کاهش جمعیتیه که تمام افراد بالای 18 سال میتونن درخواست خودشون رو ثبت کنن و جون خودشون رو برای نجات زمین بگیرن. استاد دانشگاه معتقده باید سنو بیارم پایین تر که مردم بیشتری بتونن شرکت کنن و جردم خیلی سریع موافقت میکنه و میگه من حتی پسر 10 ساله خودم هم اگه لازم باشه حاضرم ثبت نامش بکنم. کارگر که پیانو رو آورده خیلی این حرف جرد شاکی میشه و میگه اینکه اینطوری حرف میزنه خودش حاضر نیست همچین کاری رو انجام بده و وقتی میفهمه پسر چارلز ازش معذرت میخواد، اما چارلز هم باهاش موافقه و میگه آره پسر منم داره خیلی حرفای بدی میزنه به خاطر اینکه خودش اصلا توشون عملی نکرده. با رفتن کارگرا با همسر چارلز که اسمش دانا هم آشنا میشیم و داره غذا درست میکنه. امشب همه بچه‌هاشون رو دعوت کردم بیان اینجا و انگاری برنامه مهمی براشون دارن. دان خیلی نگرانه و اشک می‌ریزه اما چارلز سعی میکنه اونو آرومش کنه. ساعتی بعد میبینیم اولین پسرشون یعنی جرد که تو تلویزیون هم دیده بودیمش به همینجا میاد. تلفنش هم زنگ میخوره و همسرش پشت خطه و ازش خیلی عصبانیه به خاطر حرفی که در مورد پسرش میزده. میگه از موقع پسرمون داره گریه میکنه و دیگه اصلا سمتش نباید بیای. بعدم قطع میکنه. وقتی میره داخل خونه هم دنبال شراب میگره که میبینه هیچی توی خونه نیست و حالا هم مادرش پرسه که داداشم نوا هم داره میاد مگه نه. حالا میفهمیم که نوا اعتیاد داره و برای همینم هم هرچی الکل رو از جلوش کلا جمع میکنن. چارلز هم تو اتاقش حاضر میشه و لحظاتی بعد دخترش ریچل همراه نوش میا به اینجا میاد. چارلز که عصبانی شده به دخترش میگه گفته بودم بچه‌تون نیار، میخوایم بزرگونه اینجا حرف بزنیم و دخترش هم میگه میا رو جایی نبود که بذارم، اگه میخوای بره منم باهاش میرم. چارلز هم قبول میکنه که کنار هم بمونن. میبینیم که ساعتی بعد پسر دیگه این خانواده یعنی نوا هم به همینجا میرسه. نوا در واقع پسر خوندهشون همون که گفتیم اعتیاد هم داره. دم در واسه رو جرئت نداره بره تو که به دوست دخترش گریس نمیزنه و ازش میخواد که یکم دلداریش بده و گریس هم میگه اگه حالت خوب نیست واقعا اصلا نمیخواد بری، برگرد خونه. نوا هم میخواد برگرده اما یه دفعه ماشین جلوش وامیسته و میبینیم خواهر دیگه‌اش یعنی اشلی اومده اینجا و ازش میخواد که سوار ماشین بشه. نوا هم قبول میکنه. هیچ کدوم هم نمیدونن که قضیه مهمونی امشب چیه و وقتی اشلی میفهمه که نوا با دختری به اسم گریس توی رابطه است که باهاش توی جلسات ترک اعتیاد آشنا شده خیلی عصبانی میشه، چون فکر میکنه که گریس ممکنه اون رو دوباره به اعتیاد برگردونه. بالاخره اینا به خونه وارد میشن و موقع شام میرسه. مادر خانواده یعنی دان میزو میچینه و متوجه میشیم که قبلا سراشپز بوده و به دلایل رستورانش بسته شده. شروع به خوردن غذا میکنه. در همین حال چارلز توضیح میده که من خیلی وقتمو سر کار میذاشتم و برای شما هیچ وقت وقت نداشتم، برای همین ازتون معذرت میخوام. در آخر هم میپرسن دلیل مهمونی چیه و چارلز میگه که من و مادرتون اسمم رو توی سازمان داک ثبت کردیم و امشب دارم به اینجا میان تا جونمون رو بگیرن، میخوام اینطوری به کل دنیا کمک بکنیم. بچه‌ها خیلی عصبانی میشن، مخصوصا ریچل که میگه کاش از اول میگفتی دخترم میا رو نمیآوردمش اینجا، و چارلز هم میگه من که گفته بودم خودت گوش ندادی. بعد چارلز میپرسن چرا دارید این کارو میکنید و چارلز هم میگه که هر خانواده باید یه نفر رو معرفی بکنه و اگر من یا مادرتون نباشیم یکی از شما ممکنه این بلا سرتون بیاد، من نمیتونم اینو تحمل بکنم چون من سنم از شماها خیلی بیشتره. جرد خیلی عصبانی و میگه ما یه خانواده خیلی پولدار و شناخته شده ایم، قطعا دولت از ما توقع همچین کاری نداره، ولی چارلز میگه که این فرقی نمیکنه، به هر حال اگر من و مادرتون که آدمای شناخته شده ایم هستیم همچین کاری انجام بدیم ممکنه الگوی خوبی برای بقیه شناخته شیم. دختر خانواده یعنی اشلی به پدرش میگه تو فقط داری برای شهرت خودت این کارو میکنی، میخوای همچین برنامه‌ای رو پیاده کنی تا خیلی بهتر شناخته بشی، و پدرش هم باز عصبانی میشه و قبول نمیکنه. همون طرف هم پسر خوندهشون یعنی نوا دیگه خیلی ناراحت شد و از سر میز بلند میشه و به پذیرایی میره. پدرم دنبالش رفته و نوا بهش میگه دولت داره خیلی ما رو گول میزنه، خیلی وقت پیش 20% جمعیت رو کاهش داده اما
اما اینو اعلام نکرده تا بتونه اینطوری جمعیت مهاجرا یا کسایی که هیچ سودی براش ندارن رو هم کم بکنه. پس مطمئن باش هیچ وقت به ماها نمیرسه. جرد هم قاطی بحثشون میشه و با نووا مخالفه، اما به اشاره به چیزهای مهمی میکنه. مثلا اینکه چون خودش توی دولته میدونه که یکی از مهمترین اهداف همین سازمان دایس آسیایی‌ها هستن، کسایی که خیلی جمعیت رو زیاد کردن مثل مادر خودشون. برای همینم هم فرقی نمیکنه که این کارو بکنن یا نه. به هر حال سازمان دایس یه روز مادر اینا رو هدف قرار میده و یه جوری نابودش میکنه. حتی میفهمیم که یه سری از مردم عجیل شده بودن تا رستوران این زن رو آتیش بزنن و اکار بیکار بشه. این وسط یه صحبتی هم از دوست دختر نووا میشه و پدرش هم باز عصبانیه که چرا دوباره با یه معتاد داری قرار میذاری. نووا هم میگه گریس 10 ساله که به هیچی لب نزده و از من پاکتره. خبری از مادر خانواده یا همون دان نیست که پدر میره دنبالش بگره و پیداش نمیکنه. به جاش نامه روی میزه که نوشته شده من نمیتونم این کارو انجام بدم و پشیمون شدم، برای همین دارم از خونه میرم. این قضیه خیلی بده به خاطر اینکه اسمشون رو از قبل ثبت کردن و همین لحظه هم سازمان دایس خیلی زودتر از قبل سر میرسه. بعدی هم که مسئول این خانواده اسمش بابه و چارلز براش توضیح میده که همسرم براش کاری پیش اومده و میخوام یه مقدار این اتفاق به تعویق بندازیمش. بابا میگه اوکی، فعلا بریم تو اتاق با هم یکم خصوصی صحبت کنیم. وقتی به اتاق میرن نامه ای رو به چارلز میده و میگه اینو باید امضاش کنی تا همه چی رو کنسلش کنیم. در همین حال هم توضیح میده که تو اگه الان چون خودت رو از دست بدی همه مردم به عنوان الگو ازت یاد میکنن، ولی خب پشیمون بشی ممکنه یه سری چیزا فرق بکنه. متن که توی نامه است خیلی چارلز رو به هم میریزه و انگاری دیگه نمیتونه عقب بکشه. ساعتی بعد میبینیم که روی تخت دراز کشیده بچه‌ها دورش جمع شدن و باب به استرو میوصل کنه و با تزریق یه ماده خیلی راحت و بدون دغدغه جونش رو میگیره. بچه‌ها فکر میکنن همه چیز تموم شده، اما باب بهشون میگه شما امضا کرده بودید که دوتا از خانواده‌تون رو به ما تحویل بدید، هنوز یه نفر مونده. جرد و نوآ خیلی عصبانی میشن و میگن خب مادرمون کنار کشیده، اونم میگه به من ربطی نداره، من یه نفر دیگه از شما رو میخوام. نوآ عصبانی تر شده که میبینیم یه سری مامور امنیتی هم میان و اگر که این کارو انجام ندن وظیفه دارن که خودشون دست به کار بشن. در آخر باب میگه که 2 ساعت وقت داره تا یه نفر دیگه هم به من تحویل بدید. جرد میخواد به شرکتشون زنگ بزنه و از سازمان کمک بخواد، اما باب میگه که هیچ تماس یا پیام تلفنی امکان پذیر نیست، تمام اینجا ایزوله شده و باید خودتون تصمیم بگیرید. یه نکته دیگه هم میگه، دختر ریچل یعنی میا چون سنش کمه نمیتونه توی این برنامه شرکت بکنه و برای همین هم خیلی راحت میتونه بره بیرون و توی ماشین بشینه تا این قضیه تموم شه. اینم میگه که داریم دنبال مادرتون دان میگردیم، ولی خب شانس پیدا کردنش خیلی کمه چون اصلا نمیدونیم کجاست. نووا از باب میپرسه اون موقع با پدرم تنها بودی چی بهش گفتید که دیگه نتونست قضیه رو کنسلش بکنه؟ بابا میگه من فقط براش توضیح دادم که اگر برنامه کنسل شه تمام حسابهای بانکیش بسته میشه و مهمتر از همه توی لیست ترسوهای دولت میره، تو همه دنیا هم اعلام میشه. پدرتون میترسید که آبروش خراب بشه و برای همینم نمیخواستین قضیه رو کنسل کنه. جرد دوباره عصبانی شده و میگه من خیلی آدم مهمی ام توی دولت و نمیتونی باهمون این کارو انجام بدی، ولی باب براش اهمیتی نداره و شروع میکنه به نشون دادن تمام جزئیات خصوصی این خانواده، از پیام‌های اینستاگرام بگیر تا سرچ گوگلشون. با خوندن اونا بهشون میگه که شما هیچ کدومتون اونقدر که فکر میکنید آدم خوبی نیستید و مثلا همین جرد همسر و بچه خودش رو به خاطر یه دختر دیگه ول کرده و الان حتی به اونم داره خیانت میکنه. به حدی آدم بدی بوده که پسرش از خدا شکه جرد اسمش توی این برنامه ثبت بشه. بعدم به سمت در خروجی حرکت میکنه و بهشون میگه اگه تا 2 ساعت دیگه این کارو انجام ندید خودم میام و تصمیم میگیرم. حالا این خواهر برادر به جون هم دیگه افتادن و جرد اول از همه میگه که به نظر من نووا رو باید تحویل بدیم. نووا تنها کسیه که برادر خونده ماست و با اینکه به خانواده خیلی خوبی اومد شانس خودش رو خراب کرد و افتاد توی اعتیاد و زندگی هممون رو به فنا داد. اشلی سعی میکنه نووا دفاع کنه و بحث بین اون و جرد شکل میگیره و نووا هم دخالت میکنه و میگه من مجبور بودم ازتون معذرت بخوام به خاطر رفتارهای بد گذشتم، من اصلا قصد این اشاعه همین بود، پیشنهادش هم اینه که باید با هم دیگه همکاری کنیم تا یه راه دیگه پیدا شه. دوباره بابا صدا میکنه ازش میپرسن اگه ما نتونیم انتخاب کنیم چی میشه و باب میگه که من 4 تا چوب کبریت دستم میگیرم، یکی رو میکشید، هر کسی کوتاه‌تر دستش باشه جونش از دست میده. خواهر برادرام میگن که شما اما یه بدن اضافه میخوای، به ما یه مدت بیشتری وقت بده، ما برات یه بدن بیاریم، چه فرقی میکنه کی باشه؟ که باب هم میگه آره به نظر منم مشکلی نداره، هر کاری دوست دارید انجام بدید. دوباره برمیگردن داخل و ریچل یه رفعه میگه که من نمیدونم میخوام چیکار بکنیم، ما آماده مردن نیستم. یه رفعه چاقویی میکشه و به نووا حمله میکنه و یه ضربه بهش میزنه. اشلی سعی میکنه خیلی زود جلوی زخم نووا رو بگیره، ولی ریچل براش توضیح میده که ببین اون برادر خونده ماست، اگه دستش ندیم یکی دیگه‌مون از بین میره و تازه اگه جونش رو بگیریم پول بیشتری هم از بابا بهمون میرسه. انقدر رو مخش راه میره که میبینیم اشلی دوباره چاقو رو سمت ریچل هول میده و میگه هر کاری دوست داری بکن. نووا که شوکه شده اشلی پرسه چرا این کارو کردی و اونم میگه موقعی که وقت داشتم ایمیلاتو خوندم، فهمیدم تو دوران اعتیادت به یه نفر زدی و جونش رو گرفتی، بابا بوده که جریمه ای تو رو داده و کلی دیه پرداخت کرده تا آزاد بشی. این یعنی تو به اندازه خودت ارث
بابا رو گرفتی و الان من طرفدار ریچلم. حالا جردم چوبی برمی‌داره و ریچل برای اشلی اشکاور میندازه و میخوان سمت نووا حمله کنن که اون از قبل پیش دستی میکنه و سری میده تو اتاقی و درو میبنده. حالا جردم وارد اتاق میشه و نووا چیزی سمتش پرت میکنه. اشلی اشکاور تو صورتش میزنه و ریچل از پشت پای روی کمر نووا. اونم سری میده تو اتاق دیگه و میبینیم ریچل وقتی پریده رو کمرش با چاقو ضربه دیگه‌ای به اون زده. یه لحظه میریم پیش باب که توی ماشینه و باهاش تماس میگیرن و خبر میدن که مادر خانواده یعنی دان رو پیدا کردیم. اما باب میگه که اونو ببرید به سازمان هر کاری میخواهید بکنید و خبر رو به بقیهشون ندید. بذارید اونا هم یه نفر دیگر رو فدا بکنن. برمیگردیم پیش نووا توی حموم قایم شده و تو گوشی خودش پرمی به دوست دخترش گرس میده و گوشی رو از پنجره میندازه بیرون که پیام میبینیم ارسال میشه. بعدم زخم خودش رو میبنده میره تو آشپزخونه و یه ظرفی رو روی شکمش میذاره که ضربه‌ای به قلبش موقع برخورد نکنه. در همین حال خواهرش اشلو میبینه که خیلی حالش بد و ازش معذرت میخواد، میگه اصلا حواسم نبود دارم چیکار میکنم، منو ببخش. نووا هم قبول میکنه و دو تای راه میافتن تا برن پیش بقیه خواهر برادر با اونام صحبت کنن. یه سری عکس خانوادگی میبینن که نووا به یکیشون زل میزنه و همین لحظه میبینیم ریچل و جرد بهش حمله میکنن و با چاقوی دست اونو به دیوار قفل میکننش. نووا خواهرش اشلی کمک میخواد اما اونم فرار میکنه و میفهمیم با جرد و ریچل دستشون توی کاسه بوده. وقتی به اتاق دیگه میره دوباره جرد حمله میکنه و این بار نووا بهش چوب بیسبال پرت میکنه و ریچل هم که میاد جلو با چنگال به گردن اون یه ضربه میزنه، ولی در آخر اشلی سر میرسه و با یه ضربه چوب موفق میشه که نووا رو بیهوش کنه و خیلی سریع دست و پاشو میبندن. میریم پیش باب که دارن با میا صحبت میکنن. میا خیلی از باب بعدش میاد و اونم توضیح میده که روز 14 این برنامه همسر خودم هم اسم نوشته جونش رو از دست داد. اون بیماری داشتش و ترجیح میداد که حداقل یه پولی به من و بچه‌هامون برسه. کار من خیلی مهمه و میا هم بهش میگه داری دروغ میگی، تو فقط دوست داری که مردن بقیه رو ببینی، که بابم مخالفتی نمیکنه. داخل خونه هم میبینیم که ریچل، اشلی و جره چاقوی بالا سر نووا گرفتن و میخوان جونش رو بگیرن که همین لحظه دوست دختر نووا یعنی گریس سر میرسه و شروع به داد و بیداد میکنه. با گوشیشم داره همه چی فیلم میگیره، ولی همین لحظه باب میاد بیرون و با عصبانیت میگه گم شو از اینجا برو. گریس هم میگه من کاری نکردم فقط دارم فیلم میگیرم، اما باب گوش نمیده و دست میده بهش شلیک بکنن و جون گریس هم میگیرنش. بعدم باب به جره و اشلی و ریچل میگه برید داخل و هر کسی رو میخواد برام بیارید، وقتتون داره تموم میشه. اونم برمیگردن تو، اما نووا دیگه اونجا نیست و انگاری قایم شده. برقای خونم یه دفعه قطع میشن و میبینیم نووا حالا برای انتقام برگشته. با چاقوی به اشلی حمله میکنه و ضربه‌ای به شکمش میزنه، ولی قبل اینکه جونش رو بگیره ریچل از طرف دیگه داد میزنه من خودم داوطلب میشم که جونم رو دست بدم، ولی به اون آسیبی نرسون. جردم که آسیبی دو افتاده روی زمین میگه منم حاضرم داوطلب بشم، فقط نباید این کارو انجام بدی. ما برات خواهر برادر خوبی نبودیم و حق داری از اون عصبانی باشی، ولی فقط به اشلی رحم کن. نووا هم دلش به رحم میاد و میگه اوکی، ولی من یه نقشه دیگه دارم. بیاد به باب حمله بکنیم. اونا یه بدن میخوان، ما هم بهشون تحویل میدیم. بعدن با کمک هم دیگه زخم اشلی رو میبندن و لحظاتی بعد که زمان 2 ساعت تموم میشه باب با همراه ماموراش میان داخل. میبینن اشلی روی زمین افتاده. بعد اینکه مطمئن میشن هیچ کسی سلاحی نداره، باب میره جلو که یه رفعه اشلی بلند میشه و ضربه چاقوی بهش میزنه. بقیه هم سلاحی که قایم کردن رو در میارن و هر جوری که شده باب و یکی از مامورهاشو گروگان میگیرن. بقیه مامورهای داکس میان داخل و اونا میان اسلحه رو بندازید پایین. حالا همشون رو گروگان گرفتن، ولی اشلی هم از حال میره چون خیلی خونریزی داشته. جردن با ضربه تفنگش باب رو بیهوش میکنه. میریم به سکانس بعد. باب به هوش میاد و میبینه بهش سرومی وصل کردن و کنارش هم یه بدن روی زمینه. وقتی پارچه رو کنار میزنن میبینه یکی از همون مامورهاست، کسی که به دوست دختر نووا یعنی گریس شلیک کرده بود. ریچل میره جلو یه داروی بیهوشی به باب تزریق میکنه و میریم به سکانس آخر فیلم. نووا رو میبینیم که یه کنسرت پیانو گذاشته و خواهر و برادرش غیر از اشلی نشستن و دارن تماشا میکننش. از اون طرف ویدیویی از باب رو میبینیم که مشخص با تهدید ضبط شده و توی اون داره میگه که دو نفر از این خانواده جون خودشون رو از دست دادن، یکیشون گریس دوست دختر نووا بوده و یکیشون هم اشلی خواهرشون. ولی خب مشخص قطعا یکی از این دو نفر زنده مونده و برای همین جنازه یکی از نگهبان‌ها رو به باب نشون داده بودن. به هر حال اینجاست که فیلم به پایان میرسه. هیومنه که از فیلم‌های خوب امسال و خیلی هیجانیه و یه جورایی داستانش داره شبیه فیلم پرج میشه و برای همینم قطعا نسخه های دوم و سوم ازش خواهیم دید، چون خیلی به نظرم قشنگ میشه که بدونیم خواهر برادرها چه نقشه های مهمتری رو ریخته بودن و تصمیم گرفتن با هم دیگه همکاری بکنن. نکته بعدی در مورد پایان‌بندی اینه که من به دو شکل مختلف برداشت کردم. اولش همونی بود که توی خلاصه گفتم، احتمالاً اشلی زنده مونده و خب همون بدن نگهبان هر رو تحویل دادن اینطوری که یه جوری شبیه سازی بکننش و ولش کنن دیگه، دولت قد خانواده بگذره. اما برداشت دوم به نظرم میتونه درست باشه، اینکه آخر فیلم وقتی فهمیدن که خواهر خودشون اشلی جونش رو از دست داده دیگه تصمیم گرفتن با باب یه معامله بکنن، اینکه مادر خودشون رو بهشون تحویل بده، چون ما دیدیم که
مادر توی اون آخر فیلم سر همون اجرا پیانو نشسته، پس یعنی از سازمان تحویلش گرفتن. باب قرارداد بستن که اونو بهشون تحویل بده، در مقابلش اینا هم همه رو آزاد میکنن و اشلی هم تحویل میدن و دیگه همه چیز تموم بشه. دیگه اینکه حالا شما بگید به نظرتون کدومش درسته. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.